سلام دوستان عزیز، من ساسان توسلی هستم و این جلسه هشتم درسای هفتگی من هست برای سایت mykilisa.com. امیدوارم که این درسا رو با من دارید هر هفته دنبال میکنید و براتون درسای مفیدی در زندگی و در خدمت مسیحیتون هست. درسایی که دارم ارائه میدم برای هر ایماندار مسیحی ایرانی هستش، ولی به خصوص خادمین ایرانی که دارن خدمت میکنن در کلیساهای ایرانی، چه در ایران چه در جامعه ایرانی خارج از مملکت. توی این درسا دارم درباره اهمیت سلامتی عاطفی صحبت میکنم که ما باید در زندگی نه فقط به طرف بلوغ روحانی حرکت کنیم، بلکه باید به طرف بلوغ احساسی، شخصیتی و عاطفی هم در زندگی حرکت کنیم. دارم از کتابی استفاده میکنم به نام The Emotionally Healthy Church، کلیسایی که از نظر احساسی و عاطفی سالم هستش و پیتر سکازرو نویسنده این کتاب هستش. توی هفته های گذشته تقریبا میتونم بگم که صحبت های مقدماتی بود درباره اهمیت بلوغ احساسی و عاطفی و خصوصیات شخصی که از نظر احساسی آدم بالغی هست. این صحبت ها رو با هم داشتیم. حالا میخوایم وارد صحبت های عملی بشیم که چه قدم هایی رو باید برداریم، چه اصولی رو تو زندگی باید انجام بدیم، تمرین بکنیم که به طرف این سلامتی عاطفی، به طرف این بلوغ احساسی در شخصیت خودمون حرکت بکنیم، که تو زندگی در جا نزنیم بلکه رشد بکنیم. خیلی وقتا ما احساس میکنیم که تو روابطمون با دیگران داریم دائم یه سری مشکلات تکرار میشه، تو احساسات منفیمون، تو عکس العمل هامون دائم داره یک سری مسائل تکرار میشه. چطوری میتونیم به طرف بلوغ، به طرف رشد، به طرف سلامتی حرکت کنیم؟ پس میخوام که تو چند ماه آینده قدم های عملی رو که پیتر سکازرو مطرح میکنه رو با شما در چند دقیقه تو هر هفته مطرح بکنم. نویسنده این کتاب صحبت چند اصل رو میکنه، چند پرینسیپل، چند اصل رو که باید در زندگی شروع کنیم رعایت کردن، و هر فصلش چند تا قسمت داره. من سعی میکنم هر قسمتش رو به طور خیلی مختصر، مفید و اشانتیونی برای شما عزیزان مطرح بکنم. اصل اول توی این فصلی که میخوایم واردش بشیم، اصل اول حرکت به طرف بلوغ عاطفی این هست: Look beneath the surface. باید به زیر سطح نگاه بکنی. یعنی چی؟ خیلی وقتا ما تو زندگیمون اینقدر سرمون شلوغه، تو خدمت ها اینقدر سرمون شلوغه، اینقدر داریم دائم به دیگران خدمت میکنیم، به درون خودمون نگاه نمیکنیم، به خودمون توجه نمیکنیم که در درون من داره چی میگذره، در عمق دل من و قلب من داره چه میگذره. اون زخم ها، عصبانیت ها، اون لایه هایی که در زندگی آسیب دیده داره چه عکس العمل هایی در من به وجود میاد. نویسنده یک مثال خیلی جالبی رو مطرح میکنه، من حالا عکسش رو اینجا بهتون نشون میدم. یک کوه یخ رو شما تصور بکنید، یک کوه یخ رو. دانشمندا به ما میگن که 10% یک کوه یخ بالای سطح آب دیده میشه، 90% یک کوه یخی زیر سطح آب هست و اصلا کسی نمیتونه اونو ببینه اگر توی قایق نشستی. پس من و تو هم مثل یک کوه یخ، 10% شخصیت ما، رفتار ما، عکس العمل‌های ما، احساسات ما میتونیم بگیم توی ضمیر خودآگاه ما هست، ولی شاید یه چیزی حدود 90% از احساسات، عکس العمل‌ها، رفتارها، عقاید، برخورد ما تو ضمیر ناخودآگاه میتونه باشه. و اگر میخوای به طرف بلوغ حرکت کنی، باید به زیر اون سطح آب نگاه بکنی، باید سعی کنی به اون قسمتایی که معمولاً در خودآگاهی تو نیست توجه بکنی که در من الان داره چی میگذره. توجه کردن به احساسات درون خودت، توجه کردن که من الان آیا ناراحتم، من الان آیا عصبانیم، من الان آیا استرس دارم. حتی پیتر سکازرو خیلی قشنگ میگه، میگه توجه کردن حتی به علامتهای فیزیکیت. خیلی وقتا شاید سردرد داری، گردن درد داری، دستت عرق میکنه، شکمت احساس میکنی ناراحت، شب نمیتونی بخوابی، این جمجمت توش فشار داره، داره دندوناتو فشار میدی، تمام این علامت ها. حالا نمیگم هر کدوم از این علامت ها نشانه یک مشکل عاطفی و احساسیه، ولی میتونه باشه. خود بدن ما داره به ما علامت هایی رو میده که داره در درون تو یه اتفاقاتی میفته، یک احساسات منفی، یک ناراحتی ها، یک زخم هایی هست که داره تأثیر فیزیکی روی ما میذاره، و توجه کردن که در من داره چی میگذره یک قسمت خیلی مهم از رشد در زندگی مسیحی هست. خود نویسنده اشاره میکنه که در زندگی مسیحی خودش، در خدمت خودش، در رابطه زناشویی خودش، مرد خیلی
مطیعی بود، مطیعی بودش، ساعتها در روز کلام میخوند، روزه میگرفت، دعا میکرد، بشارت میداد، خدمت میکرد، یک رهبر خیلی موفقی بود. ولی نزدیک بود زندگی خودش از هم بپاچه و بعد میفهمه که یکی از مشکلات زندگیش اینه که به درون عمق زندگی خودش توجه نمیکنه، که در درون من داره چی میگذره و این رفتار من چطوری داره آسیب میزنه به همسرم، به بچه هام، به عزیزان در کلیسا. خیلی وقتا ما موعظه هامون، تعالیممون، دعاهامون درباره اون 10% بالای سطح آبه و خودمون غافل هستیم که توی اون 90% ضمیر ناخودآگاه، تو اون 90%ی که نمیخوایم بهش نگاه بکنیم، نمیخوایم بهش توجه کنیم، داره چه اتفاقاتی میفته. و هدف ما از اینی که صحبت این رو میکنیم که باید به عمق نگاه کرد، باید ریشه یابی کرد، باید توجه به زیر سطح آب زندگیمون کرد. هدف این نیست که آدمای خودمحوری بشیم. هدف اینه که نور مسیح رو وارد اون اعماق دلمون بکنیم. اون لایه‌هایی که پیچیده است، زخمیه، پر از ناراحتی و درده، ولی سعی می‌کنیم غفلت بکنیم، انکار بکنیم، روش یک نقاب بذاریم و خودمون رو مشغول می‌کنیم با فعالیت، با خدمت، با رفتارهایی که وقت ما رو می‌گیره و نمیذاره وقت بذاریم روی خودآگاهی و توجه کردن به درون خودمون. پس یکی از قدم‌های مهم در زندگی برای حرکت به طرف بلوغ احساسی، توجه کردن به درون، عمیق نگاه کردن به درون و فکر کردن این که در این عمق دل من الان چه احساساتی هست، چه اتفاقاتی داره میفته. تا از خودت آگاه نباشی نمیتونی ریشه یابی بکنی و نمیتونی که از روح خدا کمک بگیری برای حل و شفای اون زخمای عمیق در زندگی. پس توجه کردن به درون، توجه کردن به اعماق قلبت و تفکر کردن و خودآگاهی به دست آوردن که در درون تو داره چه اتفاقاتی میفته و چه احساساتی هست، یک قدم بسیار مهمیه برای رشد در زندگی هر ایماندار مسیحی. مرسی که با من تو این هفته بودی. تا هفته آینده، خدا نگهدار.